آقای اسدی اجازه بدید ابتدا سال اول رو اینطور مطرح بکنم که چرا مسکن تا این حد اهمیت پیدا کرده که جزو اولین وعده ها و در صدر وعده های ابراهیم رئیسی قرار گرفته درود بر شما و سپاس از اینکه که منو پذیرفتید درود به همکار گرامیم و بینندگان برای اینکه مسکن یکی از بزرگترین مشکلات مملکت هست و حکومتی که با قول نجات دادن زاغ نشینان آمد هنوز به این کار موفق نشده است بلکه بسیاری از ایران ایرانیان را بام نشین، ماشین نشین و خیابان نشین کرده است و چندی پیش هم ملاقاتی که آقای رئیسی داشتن قول دادن که کپر نشین هم آزاد بکنند. برای اینکه این بزرگترین مشکلی است که امروز در ایران وجود داره و حتی بنابر بسیاری از گردارش های رسمی خود نظام حتی بسیاری ازدواج نمی کنن چون در مورد مسکن امیدی ندارند که موفق بشن خانه ای تهیه کنن مسئله اصلی این است که این بزرگترین مشکل ایران هست و خب هر رئیس جمهوری هم میاد این قولو میده تنها ایشون نبودن آقای احمدی نژاد هم مسکن مهر آورد آقای روحانی هم اقدام ملی مسکن آورد و خب آقای رئیسی هم آوردن به همون اندازه که آنها موفق شدند ایشون هم موفق خواهد شد آرش این مفهومی که حالا این نگاهی که در واقع به مسئله مسکن وجود داره که به عنوان پیشران اقتصادی بهش نگاه میشه در صحبت آقای رئیسی هم این رو شنیدیم که به عنوان این صحبت میکنه که موجب رونق اقتصادی در کشور خواهد شد ساخت مسکن هایی که وعده داده چقدر به لحاظ اقتصادی مفهوم درستیه خب من این موضوع رو توی صحبت ها و مقاله های پژوهشگرای مختلف اقتصادی دنبال کردم موضوع جالب توجه سیاست مدارا در ایران همشون همونطور که آقای دکتر اسدی گفتن میان با توجه به اینکه به درستی مسکن مشکل اصلی یکی از مشکلات اصلی مردم هست این بحث رو مطرح میکنن که با راه افتادن بخش مسکن رونق اقتصادی ایجاد خواهد شد نقد های بسیار پررنگی به این موضوع وارد هست آمار سرمایه داخلی ایران نشون میده که دو سوم سرمایه خالص داخلی در واقع در بخش مسکن و مستقلات و املاک و املاک دولتی و خصوصی در واقع انباشت شده و فقط یک سوم سرمایه کشور به سمت بخش های مولد تولیدی چه بخش نفت و گاز چه صنعت چه آیتی و سایر بخش که شغل ایجاد می کنند کالایی ایجاد می کنند که قابل صادر کردن هست رونق اقتصادی و در واقع وسایلی ماننده این رو به دنبال خواهد داشت فقط یک یک وارد این حوزه میشه در حالی که مثلا در کشوری مثل ترکیه برعکس هست یعنی یک سوم سرمایه ها در حوزه مسکن و املاک و مستقلات است و دو سوم وارد سایر بخش های مولد اقتصادی شده این به دلیل بیماری هلندی در اقتصاد ایران هست مسئله که از اقتصاد کلان میاد تورم مزمن دو باعث میشه که مردم برای در واقع اینکه بتونن سرمایه ها رو حفظ کنن به سمت کالاهایی روی بیارن مثل مسکن کالاهایی که در واقع صادرپذیر نیستند و عملا سرمایه کشور انباشت بشه در سیمان و آجر بدون اینکه خیلی بازدهی داشته باشه ما آماری که داریم آمار خانه های خالی که عمدتا در مناطق بالای شهرهای بزرگ ساخته شدن مناطق لوکس نشین شهرهای بزرگ ساخته شدن ش از دو میلیون واحد هست در حالی که از اون طرف در بخش مسکن مصرفی عملا کمبود وجود داره آقای اسدی در شرایطی که همونطور که در تجارت نیوز هم بهش اشاره شده ما خبری که به چند دقیقه پیش مرور کردیم با هم شرایطی که بانک ها حتی از عهده پرداخت وام ودیعه مسکن هم بر نمیان چطور توان مشارکت در طرحهای ساخت مسکنی آقای رئیسی ازش صحبت میکنن رو دارن ببینید چرا بانک ها نمیخوان قرض بدن برای اینکه بانک هایی که قرض میدن باید با تحصیلاتی قرض بدهند که وام گیرنده یعنی کسی که میخواد صاحب خونه باشه در چارچوب شرایط دولتی تعیین کرده بانک ها حساب میکنن که بسیاری از اینها با توجه به تورم فزاینده از عهده باز برداخت وامشون بر نمی آیند. حالا که بر نمی آیند خب من بدم پولم از بین میره اگر هم بر بیایند با نرخ بهره ای به من پول و پس خواهند داد که با نرخ تورم هم خانی نداره یعنی من در هر حال ضرر خواهم کرد این است که بانک ها هیچ گونه فایده ای برای این کار ندارن خانم اگر پاسخ هم قانع کننده و کوتاه بود اگر اجازه میدید یک نکته اشاره کنم حتماً به آنچه که در حاشیه آنچه که آقای آزرمی به درستی فرمودند ببینید این یکی از بزرگترین اشتباهات اقتصادی است که کسی بگوید راه انداختن ساز و کار ساختمان در ایران به رونق اقتصادی کمک میکنند چون این نیست برای اینکه دولت ابتکار عمل رو به دست گرفته نخستین پرسش این است که این دولت با چه پول این کار رو میخواد بکنه دولتی که پنجاه درصد بوجه از کسری است و ندارد چگونه میخواد این کار بزرگم بکنه میدونید یکی از دعواهایی که بین پیمانکاران و بین دولت هست وزارت راه برآوردی برای ساختن هر متر مربع میکنه که پیمانکارا و بخش آزاد میگن آقا حد اقلش رو برابر اینه خیلی خوب این پول رو از کجا میاره که میخواد بده چون نداره این پول رو اسکناس چاپ میزنه و نقدگی رو اضافه میکنه نقدینگی رو که اضافه بکنه دوباره افزایش قیمت ها میشه از جمله افزایش قیمت مسکن و باز همچنان که آقای آزرمی اشاره کردن یه عالمه از این خونه ها میشه که اگرم بسازن تا به آخر برن کسی نمیتونه بخره چون افزایش هزینه شده خودکشی است که در این شرایط کسی طرح مسکن آقای رئیسی رو بخواد پیاده کنه با پنجاه درصد کسری آرش در کنار همه اینا صحبت هایی میشه درباره یه طرح ملی مسکن اساسا چی هست این طرح ملی مسکن و چقدر میتونه جوابگوی نیاز مسکن شهروندان به خصوص در کلان شهرها باشه خب این طرح هم عملا شاید بارسترین طرح دولت حسن روحانی بود بعد از اینکه محمود احمدی نژاد با طرح مسکن مهر عملا هم موزلات بسیار زیادی رو برای اقتصاد کلان و پایه پولی و تورم ایران ایجاد کرد هم همزمان واحدهایی ساخته شد که بسیاری از اونها زیر ساخت مناسب نداشتند حالا این طرح ملی مسکنی هم که سال 1398 دولت حسن روحانی شروع کرده عملا آمار و ارقامی که خود بانک مسکن منتشر کرده و در خبر هم به اشاره کردی نشون میده که موفق نبوده استقبال نشده به همون دلیلی که آقای دکتر اسدی هم اشاره کردن آهاد اقتصادی از جمله مردم بنگاه ها بر اساس انگیزه های اقتصادی تصمیم میگیرن نه بر اساس دستوری که دولت بده یا بر اساس بازداد و با بگیر و ببند و در واقع ضرب و زور تصمیمی که میگیرن وقتی که سازنده های این طرح مسکن ملی میبینن که متری دو میلیون و هفتصد نمیتونن بسازن و میگن همین الان 5 میلیون تومن هزینه مسکن ملی است مطمئنا از این کار سر باز میزنند به همهای مختلف مردم هم وقتی که میبینند که در واقع نمیتونند این پول رو بدن و مشخص نیست این واحدهایی که ساخته میشه آیا ارزش اقتصادی خواهد داشت یا نه از اون آورده نقدی که باید بیارن انجام نمیدن به مرحله امضای قرارداد نمیرسن یعنی متقاضیان تعدادشون خیلی زیاد بوده در ابتدای تر ولی وقتی پای پول دادن رسیده تعداد بسیار کم شده همینطور که گفتی کمتر از سه درصد اومدن قرارداد بستن بنابراین در شرایط اقتصاد کلانی که تورم سنگین وجود داره قیمت مسکن در تهران آمار رسمی میگه الان هر متر آپارتمان بانک مرکزی اعلام کرده بیش از 31 میلیون تومان قیمت داره عملا اینکه شما بخواید با چنین طرهای دولتی مشکل مسکن رو حل بکنید بسیار امکان ناپذیره آقای اصدی بخش نهاده های موضوع نهاده های ساختمانی هم مطرح هست. به باور شما تأمین مساله ساختمانی برای چنین طرحهایی که الان پیشنهاد شده چه تاثیر تورمی میتونه روی بخش های دیگه داشته باشه؟ و آیا اصلا امکان تأمین شرایطی مثل آب و برق و گاز حالا با توجه به مشکل مسکن مرک که در برای صحبت میشه که آماده است اما همچنان موضوع آب و برق و گاز رو به عنوان مسئله اصلی داره چقدر امکان تهیه و در واقع انجام مسئله وجود داره پرسیش شما دو قسمت دارد با اجازه بدید به تک تک اینها پاسخ بدم از بخش دوم می آغازم در مورد ایجاد خدمات شهری که باید به این مسکن هایی که وجود داره امروز بکنه نگاه کنید در خوزستان چه گذشت نگاه کنید مسئله برق در بسیاری از استان های ایران چگونه است در تهران پایتخت چگونه است حالا اینها رو انجام نداده اینها رو تامین نکرده میخواهند آنچنان که آقای رئیسی گفتند اجرایش هم میخوان بکنند به یک میلیون مسکن جدیدم هم برق و آب بدن خب این برقی که در تهران نتونستن بدن پایتخت چطور بود این یه بخش از پرسش شما یه بخش دیگری از پرسش شما مربوط به این مساله ببینید این مساله قیمتش فوق العاده بالا رفته است و بسیاریشو با یارانه زنگ میکنن پایین نگه دارن اما این یارانه این که دولت میده همونی که در قسمت دیگه عرض کردم پول که نداره خودش کسری داره ورشکسته است این دولت باید پول چاپ بزنه و پول که چاپ بزنه دوباره این مسئله گرونتر میشن سیمانی که وجود داره بانو در ایران این سیمانو برای اینکه بتونن صادرات بکنن به اندازه هزینه تمام شدهش یارانه میدن که بتونه کشورها و بازارهای دیگه قبولش بکنن به عنوان این یک مساله ساختمانی خب با این وضع میخوان این مساله رو بسازن تازه من فقط در مورد سیمان گفتم چون دیگر مساله ساختمانی در اثر تحریم ها مواد اولیش یا وارد نمیشه یا قیمت شده چهار لا پنج لا من در آخر فقط این نکته رو میخوام ارز کنم هر وقت که افتخار حضور در رسانه ها رو دارم به عنوان تحلیلگرم و نه به عنوان مشاور اما به هم میهنانم چون روزگار بسیار سختی پیش رو میبینم پیشنهاد میکنم پیش از اینکه خودشون رو درگیر هزینه های سنگین به این شکل بکنن دوبار و سه بار بیندیشن بسیار ممنونم اتوزیات شما جمشید اصدی اقتصاددان که از پاریس با ما همراهی کردید